سلام به همه شما علاقه‌مندان به تاریخ ایران. امروز قصد داریم سفری متفاوت و هیجان انگیز به دنیای گذشته کنیم. فیلمی که تا به حال کمتر دیده شده، لحظاتی ناب از خلبانی شاهزاده رضا پهلوی با حضور مادر ایشان شهبانو فرح پهلوی. اما شاید خیلی از شما فقط به نام ولیعهد ایران او را بشناسید، اما پشت این چهره آشنا داستانی از تعهد، وطن پرستی و عشق بی پایان به سرزمین مادری قرار دارد و امروز می‌خواهیم این داستان رو با شما به اشتراک بذاریم. شاهزاده رضا پهلوی در تاریخ 9 آبان 1339 در تهران به دنیا آمد. او فرزند ارشد محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی بود. خانواده‌ای که نه تنها نماینده قدرت سیاسی ایران بودند، بلکه نقش مهمی در فرهنگ و پیشرفت کشور داشتند. محمد رضا شاه به عنوان پادشاه ایران با اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجتماعی مثل انقلاب سفید و مدرن‌سازی ایران کشور رو به جلو برد و این خدمات شاه به کشور هنوز هم در ذهن بسیاری از ایرانیان نقش بسته. پدر رضا پهلوی شاهی بود که همیشه به کشورش عشق می‌ورزید و مادرش شهبانو فرح نقشی بی‌بدیل در ارتقای فرهنگ و هنر ایران داشت. از کودکی به رضا پهلوی یاد داده شده بود که عشق به وطن و مردم باید در اولویت باشه. خانواده سلطنتی همواره به پیشرفت ایران فکر می‌کردند و این روحیه در تربیت ولیعهد تأثیر زیادی گذاشت. شاهزاده رضا پهلوی از همان کودکی در یک محیط پر از مسئولیت و تعهد رشد کرد. در سن 17 سالگی به منظور گرفتن تعلیمات نیروی هوایی ایران را ترک کرد و در آمریکا شروع به تحصیل کرد. اما چیزی که شاید خیلی ها نمی‌دانند این است که این سفر تنها برای آموزش نبود. در واقع آماده می‌شد تا روزی که نیاز شد بتواند در مقام رهبری و خدمت به ایران بازگردد. رضا پهلوی دوره خلبانی جنگی خود را در پایگاه نیروی هوایی ریس در ایالت تگزاس آمریکا گذروند. او نه تنها در خلبانی جنگی موفق بود، بلکه بعدها به خلبان جنگی ماهر تبدیل شد. اگرچه سرنوشت به گونه‌ای رقم خورد که او نتوانست به طور مستقیم به ایران و نیروی هوایی کشورش خدمت کند، اما همیشه به دنبال فرصتی بود تا به هر نحوی که شده به کشورش بازگردد و خدمت کند. بعد از استقلال دولت روحانی و وقوع انقلاب اسلامی، رضا پهلوی نتوانست به کشور برگردد، اما او هیچگاه از عشق به ایران دست نکشید. حتی در زمان جنگ ایران و عراق رضا پهلوی داوطلب شد که به عنوان خلبان جنگی به کشورش خدمت کند، اما دولت جدید این درخواست را رد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که رضا پهلوی هرگز از خدمت به مردمش عقب ننشسته و همیشه به دنبال راهی برای کمک به کشورش بوده. رضا پهلوی طی بیش از 30 سال به عنوان یک رهبر اپوزیسیون همیشه صدای مردم ایران بوده. او در سفرهای بین‌المللیش با رهبران کشورها و سیاستگزاران مختلف دیدار کرده و درباره مشکلات و سرکوب‌هایی که مردم ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند صحبت کرده. پیام او همواره روشن بوده: ایرانی غیر مذهبی و دموکراتیک که در آن حقوق مردم رعایت شد. حالا که با زندگی و خدمات شاهزاده رضا پهلوی بیشتر آشنا شدید، زمان آن رسیده که شما را به تماشای یک فیلم تاریخی و کمیاب دعوت کنیم. این فیلم لحظاتی ناب و بی‌نظیر از خلبانی رضا پهلوی رو در کنار شهبانو فرح به تصویر می‌کشه، تصویری که نشان از تعهد و عشق او به کشورشه. این فیلم علاوه بر این که نگاهی نادر به مهارت‌های خلبانی او دارد، نشان دهنده رابطه نزدیک و محبت‌آمیز او با مادرش شهبانو نیز هست. پس همراه ما باشید و این لحظات تاریخی و کمیاب رو از دست ندید. این تصاویر بخش بزرگی از تاریخ ایران و خانواده ایست که با عشق به مردم و کشور خود همواره تلاش کردند تا ایران را به سوی پیشرفت حرکت کنند.
دوستان عزیز، حالا که این فیلم تاریخی رو دیدید به این فکر کنید که اگر رضا پهلوی به سلطنت می‌رسید امروز اوضاع ایران چگونه بود؟ آیا مسیر کشور به شکلی متفاوت پیش می‌رفت؟ ما دوست داریم نظرات شما رو در این باره بشنویم. حتما در بخش کامنت ها نظرتون رو بنویسید و فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال تا هیچ کدوم از این فیلم های تاریخی و کمیاب رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی، بدرود.